میگیم خودمون رو فراموش میکنیم، یعنی یکی از موردها همین، ما که خودمون رو فراموش میکنیم، یکی از موردهایی که خودمون رو فراموش میکنیم همینه. ببینید شهود بسیار بحث وسیعیه که من اصلا این داستان دقوقی رو نقل کردم خدمتون که بتونم شهود رو باز کنم. یعنی در جلسه آینده که داستان رمزگشایی میشه ما به بحث شهود خیلی احتیاج داریم که اصلا اینو به چی میگن شهود. باز هم توجه کنید این که من 100% فکری میخوام یه چیزی رو بعد تصمیم بگیرم که میخوام برم یا نمیخوام برم، اون قدرت ازت گرفته میشه. اینجا یک مراحلیه که ببینید شهود، من همینقدر بگم که یه پوینتی رو خدمتتون عرض کنم. شهود یک زمانی هست، من مثالی زدم خدمتون، این یکی از جلوه های شهوده، حس فعاله، خود وجود نداره. یعنی چی؟ عرض کردم شما کنار یه دریای نشستید، غروب آفتاب رو دارید میبینید، این غروب آفتاب اونچنان شما رو تحت تأثیر قرار داده که خود من حافظه به طور کامل فرو ریخته. اون چی که فعاله حسه، این یه فرمی از شهوده. بعدها هم شاید بارها سعی کنید اون احساسی که نمیدونید چیه، چون شهود در حافظه نمیمونه، فراموش نکنید. این خیلی مسئله مهمیه. اگر هم شهودتون رو بیان میکنید مجبورید مثال بزنید. شما فرض کنید یه حیوانی رو دیدید، مثلا ما قبل تاریخ همین دایناسورها رو که میخواستن برای ما توضیح بدن، خب کسی دایناسور ندیده بود که، مجبور میشن هزار جور شکل از این در بیارن که ما بدونیم آقا یه موجودات عظیم الجثه قبل تاریخ بودن، به اینا میگفتن دایناسور. ولی ما که دایناسور تو عمر خودمون ندیدیم که. شهود در فکر، وقتی که شهود در اسارت فکر اومد مرگ شهوده. اما شما یک جاهای این دریافت حسی رو حالا به یک زبانی توضیح میدین. همون مثال معروفیه که من عرف الله کل لسانه، کسی که آشنایی با الوهیت پیدا کرد، با خدا پیدا کرد، زبانش الکن میشه. اینجا که من میگم عرفان ما خوب معرفی نشده، خیلی از آدم ها عرفان رو با فلسفه اشتباه گرفتن، خواهی میکنن عرفان فلسفه اینا همه یکی هن. هنوز نمیدونن فلسفه بر قالب استدلاله، منطق مطلقه، ولی عرفان بر اساس شهوده. این یک فرم از شهود که شما دارید، یعنی این شهود رو شما در خیلی جاها حس میکنید. برید این مقالاتی که دانشمندان علوم جدیده به خصوص تو این دانشگاه استنفورد نامی نیستن مطالعه کنید، یه وقتا خیلی تو این مسائل کمک میکنه. ببینید شما وقتی که فرض کنید یک آتشی، یک سیم داغی انگشتتون نزدیک این میشه، گرما رو حس میکنید، میکشین کنار. این اون قدرت حسیه، بدون اینکه من دخالت کنه، بدون اینکه فکر دخالت کنه و بخواد به شما بگه یادت میاد قبلا دست به این زدی سوخت، خیلی سریعتر از اون شما میبینید این داغ و انگشت رو میکشید، بعدن فکر میاد سراغتون. این قدرت حسی در ما فوق‌العاده قویه، اما فکر در ما خیلی قوی نیست. یعنی به قول دانشمندان علوم جدیده اونچنان که حس ما تکامل پیدا کرده، فکر ما نکرده. فکر ما زود فریب میخوره، ما خیلی راحت فریب میخوریم، خیلی راحت دروغ ها رو راست میپنداریم، خیلی جاها راست ها رو دروغ میپنداریم. حالا شهود پس یک جلوش اینطوریه، یک جلوه شهود برعکس داستانه. یعنی یک جلوه شهود اینه که شما یک آفتابی رو میبینید داره طلوع غروب میکنه، کنار ساحل نشستین، تأثیرات بسیار عمیقی میذاره که خود فرو میریزه. حالا شما بیاین برعکس داستان رو ببینید. یک آقایی، بهترین مثال شخصیتی مثل خود ویکتور هوگوه، بسیار دقایق ظریف انسانی رو کشف کرده. حالا این میخواد برعکس عمل کنه، اون کشفیاتی که در درونش انجام شده راجع به ظرائف و دقایق حیات انسانی، روابط اجتماعی،
تباه شدن روح انسانی این رو میخواد بیاد یه جور به من منتقل کنه، میخواد یه کتاب بنویسه. اون دقایق در ذهن این یک فرمی دارن، بعد مجبور این رو شکل دیگه‌ای بهش بده، بیارتش تو قالب کلمات، از افراد استفاده کنه، افسانه سازی کنه تا یک شاهکاری مثل بینوایان به وجود بیاد. یک زمانی شما از بیرون میگیرید میدید به درون، یک زمانی از درون میجوشه میخواد بیاد بیرون. اینو دوتا مسئله به هر جفت اینها میگن شهود. اون چی که از درون میجوشه در اصطلاح عرفانی ما بهش میگن نزول، یعنی شما یک چیزهایی رو کشف کردید که بسیاری از آدمها اصلا متوجه اونها نیستن، اما این کشف بزرگ بسیاری از فیلسوفها، بسیاری از انسانشناسهای بزرگ، روانکاوهای بزرگ و و و خیلی چیزهای دیگه، این چیزی رو که این کشف کرده برعکس میخواد از درون جوشیده اومده بیرون، میخواد بدتش به ما، نزول بده برای اینکه ما درک کنیم اون حرف رو. این هم فرمی از شهوده، به این هم ما میگیم شهود. اما این نکته رو در نظر داشته باشید، ریزه دل را بهل، دل را بجو، بسیار مسئله مهمیه. یه داستانی ما داشتیم به نام پیر چنگی. در پیر چنگی خیلی این ظرائف رو در دفتر اول شاید 6 سال پیش با هم خوندیم و اینا. ببینید پیر چنگی یک نفر پیر یه چنگی، کسی که چنگ میزده، مطرب بوده. اینها این آدم پیر میشه، دیگه کسی به چنگ این توجه نمیکنه. امروز روز هم شما نبینید ما به این چیزها میگیم هنر و هنرمندی و ارزش هنری که به این آمیدیم، در اون زمان اینطور نبوده. شما هر اون چی رو که بد میدونید، امروز بدترین هایی رو که بد میدونید، در اون زمان به این مطرب ها میگفتن، یعنی این رو اینقدر بد میدونستن. نماد فوق‌العاده‌ای گرفته مولانا از این داستان. میگه این آدمی که در نابودی درونه، این آدم چنگ میزده و با هر تار چنگ مردم رو افسون میکرده، که عرض کردم نماد چنگ نماد نفس انسانه، نماد فکر انسانه. شما ببینید ما با هر روشی انسانها و همدیگر رو فریب میدیم، افسون میکنیم، این یعنی همون چنگ زدن. چقدر در این راه قدرت داریم دیگه، این بستگی به تابش اون دل داره که چقدر این قدرت رو داریم. عمر نماد گرفته شده بود که عمر وقتی که آقای پیرچنگی توی قبرستون افتاد، یعنی پیرچنگی اینطوری شد که دید دیگه افسونهاش کاری نمیکنه، هر چی برای مردم میزنه هیچ کی بهش اهمیت نمیده. چنگشو برداشت رفت قبرستون، گفت میرم این دفعه برای خدا میزنم. وقتی که گفت میرم برای خدا میزنم، در اون زمان یک مطرب پیر چنگ اصلا حق نداشته اسم خدا رو به زبون بیاره. من عرض میکنم به عین کلام بگیرید، بدترین بدترین هایی که سیستم امروزی بد میدونه، این آدم ها از اونا پایین تر بودن. این نماد رو گذاشته در مقابل عمر. عمر خواب میبینه که بره اینو پیدا کنه. عمر میدونید از صحابه پیامبر اسلامه، مرد فوق‌العاده‌ایه در ایمان به اسلام. اونجا من عرض کردم زمانی که پسرش شراب خورد، گفت حدش بزنیم، شلاقش زدن، گفتن زیر شلاق مرد، گفت بقیه رو به جنازش بزنیم ببریم خاک کنیم. عمر با کسی شوخی نداشت، یعنی میگفت اسلام به طور کامل باید پیاده شه، یک مو اینور اونور باشه همه چی به هم میریزه. فوق‌العاده بر این باوره که اگر اسلام کامل پیاده بشه دیگه تمام دنیا بهش شده. این آدم خواب میبینه
که برو پیر چنگی، برو توی قبرستون، ما یک عزیزی داریم، این عزیز ما رو از قول ما سلام برسون و اون پیام هایی که تو داستان گفتیم. عمر میره قبرستون. حالا خیال میکنه یک نفر از خودش باورمندتر به اسلام اونجا توی قبرستون افتاده. خیلی قشنگ مولانا میگه، میگه اومد دید پیر چنگیه، گو این که ولش کن، این که نیست، برم بگردم ببینم کجاست. هی گشت، آخر سر بهش گفتن آقا جون ما هم پیر چنگی رو میگیم. گفت پیر چنگی؟ گفت آره آقا، من میگم پیر چنگی عزیز ماست. قالب گرفتن در یک باور فرقی نمی کنه عزیز من، ریزه دل را بهل. قالب گرفتن در یک طرز فکر فرقی نمی کنه. همون داستان تو ویکتور هوگو، اون پلیسه که دنبال ژان والژانه، تصور می کنه که اگر قانون به طور مطلق اجرا بشه و تو یه نون دزدیدی بدون اینکه جرم و جنایت های اجتماع رو در نظر بگیری باید 5 سال بری زندان، جهان بهشت میشه. اینها هیچ کدوم دروغگو نبودن، اینها هیچ کدوم اهل ریا نبودن، شدیداً به افکار خودشون باور داشتن. این افکار درسته، من کاری ندارم، غلطه کاری ندارم. باور به هر شکلی که بخواد به این صورت دل تو رو در ابر فرو ببره، از نظر عرفان ما شهود رو جلوش رو میگیره. حالا یکی باورمند به اینه که قانون باید متعددید چه جنایت هایی میکنن به اسم اینکه قانون باید اجرا شه. یک کسی دیگه باورمند اسلامه، یک کسی دیگه باورمند مسیحیه، هیچ فرقی نمیکنه. اون چیزی که این ریزه دل رو باید بذاریم که دل رو روشن کنه، تو وقتی که در این قالب میری تو نمیتونی دل رو بفهمی. حالا این رو اصلا ولش کن، نه قانونمنده، نه مسلمونه، نه مسیحی، اهل ایش و عشرته، همین داستانه. همه اینها عکسی از اون دلن دیگه، اون دلی که اون دین رو میخواد، اون قانون رو میخواد، اون ایش و عشرت رو میخواد، اینها همه ریزه های اون دل هستن. میگه این رو بذار، برو به اون جایی برس که این دل برای تو اصلش روشن شه. بعد اون عیش و عشرت که تو ازش شادی میخوای، به شادمانی میرسی که فوق این هاست. اگر تو یک نفر به اون دل برسی، دنیایی رو مثل من مولانا میتونی روشن کنی. اگر تو به اون دل برسی و این ریزه های دل رو بذاری، تمام اینها از اون دل ما برمی انگیزه زمانی که ریا توش نیست. من قویاً به این موضوع باور دارم. وقتی به این میرسم میگه دیگه ریا نمی کنم که. طرف وقتی که بچه خودشو حد میزنه میگه باید بمیره، این که دروغ نیستش که، این ریا نمی کنه که. اون پلیسی که در فیلم در کتاب بینوایان میره تا مرز این که خودش رو میکشه برای اینکه قانون رو اجرا نکرده، اون که ریا نمی کنه که. مشکل اونجاییه که ریزه دل، اون چیزی که عکسی از این روشنایی دله و باید ازش در جای خودش استفاده شه، بهره خودش گرفته شه، مثل ابری ماه رو میپوشونه.